آقای دکتر سید محسن خورشید، فوق تخصص آسیب شناسی پوست، مهمان برنامه ما هستند. سلام دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام، مرسی. هر کدوم از ما بدون استفاده از کرم ضد آفتاب چقدر میتونیم زیر نور خورشید بمونیم که آسیب نبینیم؟ بستگی به شرایط مختلفی داره. اول اینکه شما کجای دنیا هستید، چه ساعتی در روزه، چه فصلیه، آفتاب کجاست و پوست شما چجوریه. فرض کنید شما پوستتون روشنه، دبی هستید، آفتاب زیاده، بعد از 10 دقیقه شما احساس میکنی آفتابو. این شروع اینه که پوست شما دردناک بشه و مشکل پیدا بکنه. وقتی که ضد آفتابی SPF فرض کن شماره 30 استفاده بکنی، این زمانی که شما داشتی فرض کن 10 دقیقه شما ضرب در 30 میشه 300 دقیقه. البته شرایط داره، شرایطش هم اینه که اون لایه رو خیلی نازک نگذاشته باشی روی پوست، زیاد استفاده کرده باشی، عرق نکرده باشی که این از پوست شما بره. بسیار خب. آقای دکتر، چقدر ما زیر آفتاب میتونیم باشیم که ویتامین دی بدنمون تامین بشه ولی به بدنمون هم آسیب نرسه؟ ویتامین دی ویتامین خیلی مهمیه برای جذب کلسیم، کمبودش باعث نرمی استخون میشه و 90% ویتامین دی که بدن لازم داره از طریق پوست تولید میشه با نور آفتاب، UVB به خصوص. تحقیقاتی که توی اروپا انجام شده قشنگ نشون میده که شما بین 10 تا 15 دقیقه وسط روز اگه پوستتون، همه پوستم نه، دوربر یک سوم پوست، حالا سر و گردن، آستین کوتاه با شورتس بشینید توی آفتاب وسط روز، آفتاب که بالا هست توی تابستون، اون به اندازه کافی ویتامین رو برای شما تولید میکنه. ولی خب اون برای پوست سفیده که مقدار ملانینش کمتره، جذب ویتامین، جذب UVBش بالاتره. برای فرض کن پوست من، مقدار زمانی که من باید بشینم توی آفتاب تا همین رو تولید بکنه خیلی بیشتر خواهد. برای همین بومیای خودمونم وقتی که تو ماهای پاییز و زمستون مکمل استفاده بکنن، به خاطر اینکه به اندازه کافی ما آفتاب اینجا نداریم که اون ویتامین دی که لازم هست ساخته بشه. 5 تا 10% ویتامین دی که بدن میخواد از غذا میاد، ولی اون غذاهایی هم که دارن مثل جگر، مثل تخم مرغ، ماهی مثل ماهی آزاد خیلی خوبه به خاطر اینکه خب غذای خوبی هم هست، ولی بقیه غذایی که ویتامین دی داره مثل گوشت قرمز و جگر و تخم مرغ که خیلی هم زیاد نمیشه به مردم گفت زیاد بخورین. به خاطر این سعی میکنیم بگیم که مکمل استفاده بکنن، ولی به خصوص کسایی که پوستشون تیره تره، چون مقدار آفتابی که اینجا هست کافی نیست. خیلی ممنون. اما ببینیم که چه زمانی آفتاب سوختگی باعث بروز سرطان پوست میشه. خیلی از ما هم آفتاب سوختگی را تجربه کردیم و هم خودمان را با یک چیز داغ سوزاندیم. ممکنه ظاهر این دو سوختگی شبیه هم باشه، اما کاملا با هم متفاوتن. وقتی آفتاب سوخته میشید، یعنی اشعه فرابنفش باعث جهش DNA سلولهای پوست شده. این جهش ها ممکن است ساعتها قبل از اینکه آثار آفتاب سوختگی پیدا بشه اتفاق افتاده باشه. درد و گرم شدن ناحیه آفتاب سوخته واکنش بدن ما به این آسیب سلولیه. بدن ما عیناً همین واکنش را در سوختگی با شیء داغ هم داره، اما در این سوختگی DNA سلول‌ها جهش پیدا نمی‌کنند. در هر دو حالت بدن شروع می‌کنه جلوی آسیب رو بگیره. بعضی از سلول‌ها به وضعیت اولیه‌شون برمیگردن و بعضی از بین می‌روند. تاول و پوست پوسته شدن علائم این بهبود است. بعد از مدتی ممکن است پوست آفتاب سوخته به نظر التیام پیدا کرده باشه، اما بعضی از سلول‌هایی که DNAشون جهش یافته از بین نمی‌روند. با گذشت زمان این سلول‌ها چندین برابر می‌شوند و DNA می‌تونه بیشتر و بیشتر جهش پیدا کنه. این DNAهای جهش یافته می‌تونن منجر به سرطان پوست بشن. یک بار آفتاب سوختگی دردناک در هر 2 سال احتمال ابتلا به خطرناک‌ترین نوع سرطان پوست رو 3 برابر می‌کنه. پس نگذارید که اشعه فرابنفش به شما آسیب برسونه. احتمال بروز سرطان پوست به شدت آفتاب سوختگی و سن آفتاب سوختگی بستگی داره؟ 100%. هرچی که شما جوانتر باشین و پوستتون بسوزه توی آفتاب، احتمال این که بعداً
سرطان پوست بگیرید بیشتره. تعداد آفتاب سوختگی هم خیلی مهمه. سرطان های پوست رو به دو گروه تقسیم میکنن، ملانوما و غیر ملانوما. اینا چه فرقی با هم دارن؟ دلیل اینکه ما ملانوما رو از بقیه جدا میکنیم اینه که ملانوما سرطان پوسته که میتونه منتشر بشه توی بدن و میتونیم ما مریض رو از دست بدیم، یعنی بدخیمه. سل کارسینوما که با هم دیگه به اونا میگیم نان ملانوما سکین کانسر، شیوع ملانوما کمتره. به خاطر این مالیگنت ملانوما تشخیص خیلی مهمیه، به خاطر اینکه شما یه بیماری هست که خیلی راحت روی پوست میتونی تشخیص بدی، خیلی راحت میتونی درمانش بکنی، درمان قطعیش بکنی اگه زود تشخیص بدی، ولی اگه دیر تشخیص بدی هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا چطور میتونیم اونو تشخیص بدیم؟ توی زندگی خال عوض میشه، هرچی که سن ما بالاتر میره خالا یه مقدار میان بالاتر، برجسته‌تر میشن، یه مقدار رنگشون کم رنگ‌تر میشه، از حالت سیاهی برمیگردن به قهوه‌ای و بعد صورتی. اینا تغییرات خوبه، این نشون میده که این خال داره مچور میشه. ولی اگه قطر خال یه خالی بزرگ بشه که روی پوست شما میبینی که این داره گسترده میشه روی پوست، داره گوشه هاش نامنظمه، ایرگولار و رنگش داره عوض میشه، شما میبینی یه جاش سیاهه، یه جاش صورتیه، یه جاش قهوه‌ایه، اینا علامتیه که نشون میده که این خال داره تغییر میکنه به حالت بدی. ملانومایی که ما بیشتر توی ایران میبینیم ملانومایی هست که اطراف ناخن و کف دست و کف پا میاد. باید مواظب باشن که چیزایی که توی ناخونشون اگه میبینن که یک زایه پیش اومده که داره بزرگ میشه، یادشون نمیاد که مثلا این ناخونشون رو ضربه زدن، اینو باید نگاه بکنن و به پزشک متخصص مراجعه بکنن. یا اگه یه چیزی کف پاشون هست که داره بزرگ میشه، نگن که این زگیله. زگیل معمولاً چند تاست، معمولاً مال بچه هاست. این چیزا رو جدی بگیرن. تشخیص زود، علاج قطعی. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم.